بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف ایرانیان masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. قسمت اول. توی قرآن بارها گفتیم خداوند متعال نیومده قصه تعریف کنه برای ما، داستان تعریف کنه. فعتبه رو باید عبرت بگیریم، یه ماجرایی داره نقل میکنه، از تو دلش 10 تا نکته میخواد درآره. یکی از این اقوامی که من میخوام دست بزنم ویژه رو، یعنی 95% بحثمون همین قوم نوحه. این قوم یه سری ویژگی ها دارن، اون ویژگی ها رو وقتی شما می بررسی و آنالیز میکنی اصلا خندتون میگیره، اینقدر که شباهت دارن به مردم خاندان. حالا اینا چه شاخصه هایی داشتن؟ اولین چیزی که در بین اینها خیلی خیلی دیده میشد پوزیتیویسم بود. یعنی من همینه که هستم تموم شدم، برای من قابلیت اثبات نداره اون چرا که نمیبینم. همه ما تحت تاثیر این تفکر هستیم، منتها کم و زیاد داره، بالا پایین داره، بعضیا خیلی بعضیامون کم. سران قوم به چند تا چیز اشاره میکنه. اول حرفش این بود تو هم یه آدمی مثل ما، تو هم یکی مثل مایی، فکر نکنی فرقی چیزی داری. من گفتم من آدم نیستم، گفتم منم انسانم، برعکس انما انا بشر مثلکم یوها الی، فرق اینه که به خدا وصلم. دو، دور و بر آدمای با کلاسی نیستن، از دهک های پایین جمعیتن. ای نو، یه مش مستضعف دورتو گرفتن. چهار تا مایدار رو کن، چهار تا مایدار رو کن. قوم نو حداقل باید میگفت ما نمیدونی تو کی، پیغمبری پیغمبر نیستی، اثبات کن برای ما. جالب اینو بدونی اینا معجزه نمیخوان ازتون. یعنی برو حوصله‌تو نداره، حرف نزن بابا. ببین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان چی میگه؟ میگه این طرز گفتار در نتیجه طرز تفکر خاصی است، تفکری که از ندیدن چیزی نبودن آن را نتیجه میگیره. نمیبینیم پس نیست. این حرف صحیحه، نمیبینیم پس نیست به هیچ. اما آنچه که تو دنیا امروز داره اتفاق میفته همینه ها. روح نمیبینیم پس نیست، خدا نمیبینیم، جهان آخرت نمیبینیم، جن نمیبینیم. هر آنچه را که نمیبیند قبول ندارد. پاسخ نوح هم دقیقاً تو همین راستاست. قال یا قوم، گفت ای قوم، ارأیتم، از چه فعلی استفاده کرد؟ رأیه. این کن تلا بینه، اگه من یه بینه من ربی خب رحمتی من داده باشه، من اندهو فا امیت علیکم. چی؟ امیه از چی میاد؟ اعما یعنی چی؟ کور. میگه شاید یه چیزی به ام داده تو کوری نمیبینی. آیا اینا کور بودن؟ چه کوری من در نظر؟ کور عقلی. آخر الزمان هم همینه عزیزم. کیا تو آخر الزمان پیروز این جریانن؟ یؤمنونن بالغیب. برای صحبت عاشق ندیده ها شدنه. آخر الزمان اینه که اون افراد ارزش پیدا میکنن. من ماجرای نوحو دارم میخوام بگم، برسم به حسین علیه السلام و اون کشتی نجات ما رو